نماز خواندن مسلمانان کشور استرالیا را نجات داد. لطفاً با چینل گلپ مدیا با ما همراه باشید. متاسفانه در آتش سوزی استرالیا 480 میلیون گونه حیوانی سوخت. هیچ تکنولوژی دنیا نتوانست آتش را خاموش کند. در همین حال تعدادی مسلمانان در نزدیکی آتش نماز می‌خوانند و از خدا تقاضای باران می‌کنند. باران کمی آتش را در استرالیا فرو نشاند، اما بحران تمام نشده. در بخشی از استرالیا سوخته در آتش باران باریده و دمای هوا به شدت کمتر شده، اما مقامات هشدار می‌دهند که شعله‌های آتش به زودی زبانه خواهند کشید. در همین حال اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا 1.4 میلیارد دلار با بازسازی مناطق ویران در 2 سال آینده اختصاص داد. در ساحل شرقی استرالیا از ملبورن تا سیدنی باران دوده باریده و در بخشی از ایالت نیو ساوت ویلز باران سیل‌آسا گزارش شده است. امروز در هیچ جا هشدار آتش داده نشده و وضعیت در نیو ساوت ویلز و پایین‌تر حد هشدار تنزل کرده است. اما مقامات هشدار دادند که دمای هوا افزایش خواهد یافت و دو آتش بزرگ در ایالت‌های ویکتوریا و نیو ساوت ویلز ممکن است با هم برسند و آتش عظیم برپا شود. استرالیا امسال یکی از بدترین آتش‌سوزی‌های تاریخ خود را تجربه می‌کند که محصول گرمای بی‌سابقه و ماه‌ها خشکسالی است. این کشور به این آتش‌سوزی‌های سالانه عادت دارد، اما امسال یکی از بدترین‌ها بوده است. از زمان شروع آتش‌سوزی‌ها در ماه سپتامبر حدود 3 ماه پیش 24 نفر جانشان را از دست دادند. تخمین زده می‌شود که 480 میلیون حیوان هم کشته شده باشند. با وجودی که باران باعث شد بحران کمی فروکش کند، اما هنوز دودآلودگی هوا زیاد و خطرناک است. گالری ملی و دانشگاه ملی استرالیا در کامبرا برای پیشگیری از هر نوع خطری برای عموم، کارکنان و آثار هنری تعطیل شدند. در ملبورن، شواهدی در بخش‌های بزرگی از شهر و حومه آن به 1 کیلومتر کاهش یافته است. کیفیت هوای کامبرا پایتخت اخیراً یکی از بدترین‌ها در دنیا ارزیابی شده است. بهبود اوضاع به این معنی است که نیازهای ضروری مناطق سوخته را می‌توان ارسال و تأمین کرد. ارتش استرالیا میگوید کالا، نیرو و خودرو به جزیره کانگورو فرستاده است. این جزیره به شدت در آتش سوخته و هفته پیش 2 نفر در آنجا کشته شدند. ارتش استرالیا در ایالت‌های ویکتوریا و نیو ساوت ویلز هم امداد رسانی کردند. بیننده‌های عزیز، شما هم می‌توانید نظریاتتان را برای ما ارسال کنید. وقت شما خوب و خوش باشه. خدا نگهدار.